سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من امین فردان هستم و خوش اومدید به ویدیو امروز. آقا امروز قراره ازتون پدر کال آف دیوتی موبایل بسازم. بچه آپدیت این سیزن فوق العاده بود، موومنت خیلی خوب شده. سیزن قبل اصلا بی تاثیر بود یه جورایی، ببخشید صدام هم افتضاح گرفته. بریم هایلایت آلکاتراز با هم ببینیم، بعدش هم برگردیم یه گیم پلی کلاسیک و یه سری توضیحات درباره نحوه بازی داخل سیزن جدید بهتون بدم که پدر کال آف بشید. آقا به موومنت های این هایلایت هم دقت کنید. بریم بیا. اخباری دراب بچه امروز بخوام یه خورده تخصصی صحبت کنم در مورد سیزن جدید. حالا صدام هم خیلی گرفته، بازم میگم معذرت بخوام، حالا کرونا دیگه چیکار کنم. آقا این سیزن هم هیپ فایر خیلی خوب شده، هم موومنت، حالا اسنایپ هم تقریبا همه چیز بچه میزان شده داخل این سیزن، یعنی باگا خیلی کم شدن. فقط این مشکل جامپه، ببینید موقعی هواپیما میاد یادتونه قبلا چند ثانیه وقت داشت مارک کنی بعدش باز میشد بپری، یعنی همون لحظه باز میشه، واسه همین یکم دیرتر من پریدم، به این عادت نکردم هنوز. آه سریع یه لوت بزنیم، پلتفرم رو جمع کنیم. ببینیم جسد سولو اسکواد هم اومدم، یه خورده کیلا هم بالا بود ولی در کل گیم پلی خوبی بود. حالا نگاه کنید بهتون میگم چه خبره. هیپ فایر ها واقعا عالی شدن، مثلا با یه آی سی آر ساده هم میشه خیلی خوب بازی کرد، خیلی عالی میشه بازی زد. اون فالو رو ببین یفت دیگه، واقعی چه شانس داشت. خب یه شات معلوم نیست از ناکجا آباد خوردیم، فکر کنم اچس بود. بچه ها ببینید اگه موومنتتون ضعیفه، نمیتونید جام شات بزنید، نمیتونید مثلا به قول خودم پرواز کنید، بیدا اون حاد سنگوشتی من رو نگاه کنید، موومنت باید اینجوری باشه، اصلا شات کامپلیر نتونه نزدیک بگیره. اچس دادم بده اگه موبایل پلیر بچه ها، اگه موبایل پلیر بریم ویدیوهای قدیمی من، شاید بگم 50 تا ویدیو برید پایین، من تقریبا همه چیز آموزش دادم، با گوشی هم بودم اون موقع، یعنی تک به تک اون بند آموزش جام شات فست اسکوپ خیلی از این موضوع رو توضیح دادم. حالا اکثرتون جدید با من آشنا شدید، برید وقت بذارید، یه روز وقت بذارید بشین اونا رو ببینید، مطمئنن بازیتون از این رو به اون رو میشه. خیلی تاثیر داره، یه هاد خوب، یه دقت خوب بتونید جام شات، یه سری نکات خیلی ریزم درباره اون هاد من توضیح دادم که چیکار کنید. برید حتما اینا رو اوکی کنید، حالا فقط با من همراه باشید تا آخرین سیزن بهتون بگم چه گانایی بگیرید، چیکار بکنید. چقدر سلام گرفته، یعنی صدام سیسماسه سیسماسه. بریم جلو. آخ آخ خیلی حال میده. تازه بچه ها یه چی هست به اسم FOV، فکر کنم همون مال صفحه است، وقتی میذارید روی 80 هیپ فایر خیلی قوی میشه، ولی من گذاشتم مثلا خوشم نیومد. خیلی ها نمیگم، یعنی مثلا من خوشم نیومد بعد خیلی گذاشته بودن پلیرای خوب خوششون اومد و داشتن بازی میکردن و میگفتن خیلی خوبه واسه هیپ فایر اینا،
ولی من اینجوری راحت‌ترم. حالا به نظر خودم چون ریکوردم میکنم میخوام بذارم یوتیوب، اون یه خورده جلوه جالبی نداره، یعنی بیننده سرش درد میگیره، اصلا خودم سرم درد میگیره. من نمیدونم اگه شما میخواید بذارید یه تستش کنید. تیپ فایر رو خیلی قوی میکنه. اف او وی 80 اف او وی بود اسمش فکر کنم. اینم واقعا ماشین خفنی بود، سرعتش مثل جته، فکر کنم اندازه چاپر سری بره. البته من یکم رانندگیم خوب نیست، گفتم گواهینامه‌ام از جی تی آی گرفتم، ولی به هر حال میره بی تربیت. برو مر شاتگان که بچه ها تغییر نکرده، یعنی داخل هایلایت ها دیدیم، داخل اون گیم پلی هم که صحبت میکردم که کرونا گرفتم، اونم که خورده که شاتگان زیاد زدم. این بار میخوام اسنایپ دارم. اینا آقا سولو اسکواد اصلا با اسنایپ میشه اینجا نمیشه؟ داستان چیه؟ اسنایپ قوی شده ضعیف شده؟ یه اسموک کنیم ببینیم سولو اسکواد اینجا بزنیم. بی تربیت ها رو بی تربیت ها با اینکه مریضم ولی میزنم. بچه ها تنها راه زدن یه اسکواد اینه تک به تک باشون فایت بدید. من یه خورده از این آی سی آر خوشم اومده، یعنی خیلی گانو باحال شده رو زمینم هست. ببین آ هیپ فایرش رو تست بکنیم، قشنگ کیپشو میگیریم. ای خدا چرا نرگس زدم؟ واه چه طبیعت مدبوی. آخ این صدا پا اینجوری، حالا کار ندارم بات بود یا چیز، قبل از اینکه طرفو ببینی اصلا بهش تیر میزنی، نمیتونه هیچ کاری بکنه. بیام بزنیم. آی سی آر خیلی خوب شده این سیزن، اصلا حال میکنم باشه. کاستوم بچینم راستی دوست دارید یا نه؟ حتما تو کامنت ها بهم بگید. بچه ها کسایی هم که نمیتونن لگد گام بگیرن، خیلی حالا من هیپ فایرشو خیلی بیشتر دوست دارم، خیلی دقیق میزنه. ببین جام شات اینا رفتن لابی. سیسماس سیسماس ادای احترامی دنس جدیدمه، حالا آخر بازی بهتون میگم کجا میتونید بگیرتش. قیمتش هم خیلی خیلی پایینه. یه باندل بچه ها بزن الان بگم دیگه چه کاری آخر بازی. یه باندل فقط هم همین دنسش خوبه، یعنی کاراکتر فکر کنم باس داره و اسکین چیز مثلا زیاد جالبی نیست باندلش، فقط این دنسش هم خیلی قدیمیه، یعنی باندل قبلا اومدن دوباره برگشته دیگه، دنس باحالیه. اون موقع بچه من یادم کسایی که اینو داشتن مثلا میرفتم داخل لابی اینجاش مثلا دعوت میدن اینوایت میدن این دنسو میذارن مثلا به عنوان سلام ادای احترام دیگه، دنس بولیه. اگه خواستین بزنید، به نظر من ارزشش اندازه یه بتل پس هست. دنس بولیه، من خودم دیگه همیشه اینو میزنم. آی بچه ها ببخشید بابت صدامو، نمیدونم که بخشید بشه، ولی من دیگه الان یه کل حال کلی بهتره، یعنی شاید ویدیو بذارم هر روز، شاید هم یه روز در میون، ولی میذارم دیگه. حالا صدا رو دیگه خودتون دیگه کارش کنید. بچه سرعت موومنت یعنی اینجا من چند تا تیر زدم، اون منتظر من از اون ورش برم، از یار اومدم خیلی سریع و خیلی شیک زدمش، یعنی اصلا قدرت تصمیم گیری بهش ندادم، چه برسه مثلا بخواد تکون بخوری هرچی. انمی 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 پیک بده پیک بده. کجا رفتیم بی طبیعت؟ دوم دوم هدشات نایس. بچه داخل یکی از گیم پلی هم داخل تایپ 25 اینم دقیقا اینجوری شده، من خواهم اسنایپ کنم طرف لوت میکنه خم میشه و تیرم بهش نمیخوره. او خب انمی اومد. ببین موومنت اینجوری خوب شده، اون دو تا تیر میخوره یه اسلاید بزنی دیگه دقیقه تیراش بهت نمیخورن. خب دو نفرن، باید یه مدیریت بسیار سیسماس بکنیم. اون وایستاده میخواد نیدم کنه. آره اسلاید شیک بزنیم بهش. ایت سی آی میلاد میگم چه دفته یه وای نستید سریع اسلاید چپ یه اسلاید جاست بگیرید اصلا امون ندید دیگه به انمی. خیلی موومنت خوب شده، دو تا تیر میخوری دو تا استاد بزنی دیگه واقعا تیراش بد نمیخوره. او یه شاتش چپ قشنگ خورد دیگه، رفت اون پشت اون رفت یارش رو بلند کنه بریم سراغش.
بچه من میتونستم مستقیم برم، ولی هایگراند بازم باید ترجیح بدید به همه چی. اصلا هایگراند یکی از مهمترین اصلای بازیه. خدایا من متنفرم از اینا که لوت میکنن، یعنی متنفرم. کجای بی تربیت؟ بیا اینجا ببینم. پیک بده، پیک بده، پیک بده. دوتا نید بندازیم. آها اون آشنا کن قشنگ 47 رو گرفته. اسنایپ اسنایپ. آقا مثلا که چی وایسادی ایرانی مثلا؟ بی تربیت. از اول بازی دارم دنبال اینا میگردم. یارش هم هست، یارش هم پیدا نکردم. بریم یه آدر بزنیم بریم جلو. سیسماس داره میاد اینجا. به حستون باید اطمینان کنید. ببینید که خیلی قرمزیشو دارم میبینم از اینجا. دو تا سه تا زدم حالا به درختم میخورد فکر کنم. ناک شد به همین زیبایی. کجا کیلش کنیم؟ نه کنم داره میفته پایین. کجا رفتی بی تربیت؟ بینجا ببینم. آها اون هاش نکنم. میزنی میزنی خیلی رنجش بالاه. بعید میتونم بخوره کیل بشه. آها کیل شد. بریم. بچه وقتی میگم حواستون به اسما باشه واسه همینه. ببینیم من اینجا دیگه شاتگانم رو در آوردم. چرا؟ چون یادمه یار اون جی او ای بود فکر کنم تگشون، این شاتگان دستش بود الان نیستش، یعنی رفته کم کرد یا رفته قایم شده یه جایی هستش. میدونید تک به تک هم هست. بریم ببینم میخوایم چیکار کنیم. این تک به تک سیسماست و پرک اسلاید هم گرفتیم. قشنگ پرواز کنیم. خب بچه ها احساس کردم داخل این خونه هاست. از اینجا رفتم روی صحنه، صدا پای اومد ولی دیگه پیداش نکردم. یعنی فکر کنم فهمید من اینجا پریدم. دیگه گفت آقا بیخیال بذار تکون نخورم صدا پا ندم. طرف حرفه‌ای بود. خب حواسم هم به زون بود، دیدم چند ثانیه دیگه داره میاد. گفتم بریم سمت زون که حداقل خودم تو زون گیر نکنم. نکنید اسموک میخواستم دیگه. گفتم حداقل یه دونه نوا بزنم که نبینتم هم تو همین چند ثانیه. رفتم بالا اسنایپو درآوردم. الان میاد بیرون. اون چی زد؟ چی بهش میگه؟ اسموک زد و خودشو کرد تو زون. از ترس اسنایپ رفتم تو صورتش، همینجوری پیاده شدم دیپ زدم و بوم. جی 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 جی, جی. بچه ها خسته نباشید، خیلی دوستتون دارم، خیلی خفنید. مامان خودتون باشید. باشه صدام هم گرفته بود. میبینم اتون فعلا. خدا نگهدار.